سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای یه فایل روزانمون با هم میپردازیم به انرژی دوشنبه 11 اردیبهشت. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان دل و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. دوستان ببینیم چه خبر هست در انرژی های شما و مثل همیشه عزیزان دل، من ازتون خواهش میکنم اگر براتون امکان داره حتما لایک کنین که این لایک های شما باعث میشه که الگوریتم یوتیوب این کانال رو زنده نگه داره. ببینیم اولین کارت در ارتباط با هیجانات شما چه کارتی هست؟ خب یک کارت افتاد، حرف از این میزنه، احساس سرخوردگی میکنم، یک مسئله رو خیلی بهش دل بستم، منتظر هستم، نیومده، جلوی خودم رو میگیرم، یک همچون حالت هایی هست، سرکوب میکنم، یک سری از احساسات رو در درون خودم. خب ببینیم کارت های بعدی رو هم دیگه. کارت بعدی دوستان حرف از کار میزنه، تمرکز میزنه. ممکن است در ارتباط با مسائل کاری باشه، ممکن است در ارتباط با آیندهتون باشه، در مورد یک مسئله ای که روش متمرکز هستم، روش حساس هستم، برایش تلاش میکنم یا حاضر و قادر به تلاش هستم. مسئله مادی ممکن هست باشه دوستان، کاری ممکن هست باشه یا در هر زمینه دیگه که بگیم، ولی بیشتر این کارت مادیات هستش. و اینکه دارم میبینم چرا یه سریاتون خیلی دارین تلاش میکنین روی یک مسئله و از اونجایی که نتیجهش رو الان سری و سر نمیبینین، یک حالت سرخوردگی برای شما ایجاد کرده. اینجا دارم میبینم چشمتون بستین دوستان، نمیبینم حقیقت رو، اونچنان باید انتخابی رو انجام بدم. شاید اینکه چون مسائل آنچنان جوری که من دلم میخواد نیستن، پس من یک حالت شکی دارم، نمیدونم چی به چی هستش، دارم کار میکنم، شاید زحمت میکشم، تلاش میکنم، متمرکز هستم، مسئله که فکر شما رو، ذهن شما رو روش باعث شده که تمرکز داشته باشیم، پس بنابراین یک حالت های شکی بهم دست داده، نمیدونم چی به چی خواهد شد. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. خب کارت بعدی حرف از ازدواج زوج میزنه. اگر ازدواج و زوج هم که نباشه دوستان، در ارتباط با مسائل کاری ممکن قرارداد، تفاهم، توافق هم باشه. پس و پشت کارت ها حرف از عدالت، محافظت میزنه. حالا چه چیزی هستش؟ آیا بخواد میخواین به سمت یک ازدواج با شخصی برین؟ این گونه هست حالتتون، یا اینکه واقعا روی یک جدایی رسمی دارین کار میکنین؟ به هر حال کجا هستین شما؟ برای که اینجا بیشتر از این من اطلاعات ندارم. بریم چه خبر هستش. کارت های بعد، آینه بینی بهتون چی میگه؟ خب حرف از مسائل خانوادگی هم ممکن هست بزنه اینجا. اوکی. و پشت کارت ها کارت پیروزی افتاده براتون و ببینیم آخرین دسته کارت ها چه چیزی هست. خب تغییر و تحول، من یک کارت دیگه روی این کارت میکشم. و کارت بعدی حرف از حرکت میزنه. خب پس هر مسئله که هست، که چه در دامنه خانوادگی باشه، چه در دامنه ازدواج باشه، چه طلاق باشه، چه کار باشه، ببینید کجا هستین دوستان. اون وسط حرف از رسمی شدن مسئله میزنه، رسمی شدن مسئله که شاید این مسئله خیلی از شما انرژی برده، ولی خب کارت بعد، دو تا کارت آخر میگن که اوکی، شاید برای زحمت زیاد کشین، خستگی زیاد داشته، ناراحتی در اون زیاد بوده، ولی مسائل حرکت دارن میکنن. این کارت کارت حرکت هست و هر کار حرف از این میزنه که سرعت گرفتن مسائل، شتاب مسائل،
که پیشرفتشون خوب خواهد بود. الان دارم میرم یه حس حالی دارین که شاید منتظر هستم و نمیدونم چه پیش خواهد آمد. زمان میبره و یه سری ممکن هست در ارتباط به مسائل ارث و میراثی کاملا باشه دوستان، چون خانواده و تغییر و تحول که برای من همون کارت مرگ هستش افتاده که ترکیب دو تا کارت ها میتونیم بگیم حرف از میراث ممکن هست بزنیم براتون. خب ببینیم دوستان ارتباط با مسائل دیگه شما کجا هستین. من از اسپارک آف لاو استفاده میکنم براتون. بریم اسپارک آف لاو در ارتباط با زندگی احساسی شما بهتون چی میگه؟ زندگی احساسی نه ببخشید، انرژی شما در ارتباط با انرژی شما چه چیزی هستش؟ اوه چهار تا افتاد. ببینیم باز هم عدالت افتاد، دادگاه افتاد، رسمی شدن مسئله و اینجا دارم میگم شاد. ببین دوستان برای من یک سری از شما عزیزان دل حرف از این میزنه که میل شما که از حالتی که در اون هستین در بیاین و به یک مرحله بالاتر بریم. خب اینجا برای من یک سری مسائل برای شما آشکار هستش، یک سری مسائل کاملا واضح هستش. برای یه سری یک مسئله در زندگی شما ممکنه فرو ریخته باشه و دوست دارین از این حالتها در بره، از حالتهای بد، اون بالا سرخوردگی، نمیدونم سرکوب احساساتم، همه اینا در بیان و دیگه به سمت این عدالت، به سمت این بهبودی شرایطم برم و دارین میرین. حالا این عدالت ممکن است دادگاهی باشه، انسانی باشه، قضایی باشه، حالا یا الهی باشه. بر حال خوبی حالتون رو اینجا دارم میبینم، از این حالت ها در میام. ببین یه چیزی رو میخواین از خودتون دور کنه، از یک حالتی چه اینجا دارم میبینم میل شما برای این هست دور بشین که کارت آخر که دوتا کارت کنار هم میذارین، عدالتی که به وجود میاد توی زندگی شما، اون تعادلی که به وجود میاد توی زندگی شما دوستان، حال شما رو خوب بهتر خواهد کرد. یه چیزی رو میبرین از یک مسئله، یه خرابی دارین چی میشین، دارین دور میشین. خب ببینیم در ارتباط با مسائل دیگه زندگی شما چه چیزی هستش. در ارتباط با مسائل احساسی شما رو هم دیگه نگاه کنیم. در ارتباط با مسائل احساسی عزیزان دل یک سری از شما ببینین دی تغییرات اساسی در درون خودتون به وجود اومده و الان باید انتخاباتی رو انجام بدین. چیزی ببینین دوستان در ارتباط با شخصی، کاری رو میخواین انجام بدین، انتخابی رو باید انجام بدین، شاید بر سر دوراهی یا چند راهی هستید، یا در ارتباط آنچه که در زندگی شما تمام شده از نظر احساسی خب و برای شما سخت بوده، امروز شما باید کار رو انجام بدین، قدمی بردارین، راهی رو برین، در همون خرابی ها ماندن یا اینکه به خودتون شانس بدین که و حرکت کنین و به سمت جلو برین. در ارتباط با مسائل کاری دو تا کارت اینجا افتاد. فراوانی دارم میبینم اینجا برای شما، فراوانی ثروت براتون افتاده. حالا ثروت وقتی که میگم منظورم اینه که مسائل خوب هستم و اینکه دارم میبینم خودتون رو رها میکنین از یک سری از مسائل سخت، ازش میگذریم و شما چه بخواین چه نخواین به حال داره زندگی پذیرفتن شرایط همجور که هستن، این شما رو داره به سمت یک فراوانی میبره و به سمت یک سبکبالی میبره. یه چیزایی دیگه اصلا به در نمیگیرین تو دامنه کاریتون. بریم در ارتباط با مسائل مالی شما. در ارتباط با مسائل مالی دارم میبینم باز اعصاب دستی شما رو اینجا میبینم، صحبت دارم میکنم و به دنبال موقعیتی هستم. یه سریاتون دارم اینا از یک سکوت در میان در ارتباط با مسائل مالی و اینکه به دنبال راه حلی برای زندگی مالیتون دارین که اینجا شانس دارم میبینم براتون صحبت میکنم، یک شانسی سراغم میاد از این حالتی که خودم نشستم و خودم و شاید مشکلات مالیم رو برای خودم نگه میدارم در میان. به هر حال احتیاطتون رو در این دامنه میبینم ولی شانس هم اینجا دارم میبینم. در ارتباط با مسائل اجتماعی شما چه خبر هست؟ در ارتباط با مسائل اجتماعی خودتون جلوی خودتون رو میگیرین، خودتون رو محدود میکنین یا اینکه حس میکنین که قدرتش رو ندارم که بخوام برم توی اجتماع، برم با دیگران باشم و حرکتی نمی کنم، خسته هستم، احتیاج به استراحت دارم، ممکنم هست این باشه. و این دارم میبینم که یه سری محدودیت ها مسدودیت های وجود داره در ارتباط به مسائل اجتماعیتون که شما
کاملا بهش مسلط هستین و اینکه قدرتمند و یه سری واقعا خسته هستین که بخواییم برین سراغ دیگران. چالش شما چه چیزی هست؟ چالش شما این شخصی هست دوستان، اوکی؟ چالش شما یک شخص هست برای یک سری یک کاری رو باید انجام بدین، برای یک سری ها خودتون رو رها کنین، از یک مسئله خیلی بهش گیر ندین، به دنبال یک برحال گشایش برین، کاری کنین که یک مسئولیت رو بردارین. و در اینجا چیزی که کمکتون میکنه عزیزان در استراحت هست، تغییر دیدگاهتون روی مسائل، فقط مسئله رو از یک بُعد نگاه نکنین، ابعاد مختلفش رو هم نگاه کنین به چه سمتی میریم دوستان. و اینکه دارم میرم به سمت یک اورژگیری، میرم به سمت یک تخصص دارین میرین، به سمت یک شفا دارم میرم و به سمت، ببینید دوستان، یک سریاتون ممکن هستش که برای اینکه حال من خوب بشه من احتیاج به دیدن یک متخصص دارم. متخصص حالا ممکن هستش که روانشناسی باشه، روانپزشکی باشه، یا حتی در دامنه‌های دیگه باشه، در دامنه طلاق، نمیدونم قضایی فلان، میرم یک وکیل میبینم، هر دامنه، در دامنه مالی میرم یک مثلا حسابدار میبینم. خب حالا ببینید کجا هستین، زحمتتون زیاد بوده ولی دارم میبینم که اوجگیری شما هم و قدرتمندیتون رو هم اینجا دارم میبینم. خب دوستان، من یه خلاصه از کارتا بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارتای دیگه. دوستان خب دوستان، اینجا دارم میبینم، پس در خلاصه کارتای بالا این بوده مسئله ای که احساس سرخوردگی در موردش میکنین. دارم میبینم که به یک تعادل داری میسازی، یک تفاهم، یک امضا ممکن هست این میون باشه. مسئله خیلی روش کار کردین، خیلی براتون مهم هستش، ممکن است ارتباط با مسئله خانوادگی باشه، ارث و میراث باشه، چیزی که برای شما سخت بوده، سنگین بوده، یا در ارتباط با حالا با مسئله مادی، احساسی، هر مسئله که برای شما الان ذهن شما رو هم با غم شما هستش، حرکت افتاده ولی سخت هست دوستان. مسئله این بوده که برای شما سخت بوده و ممکنه این سختی هنوز وجود داشته باشه ولی حرکت میکنم. آخر کارت ها همیشه اینجوری نمیمونه. در سر شما این هستش که به یک مرحله بالاتر بخواییم برسیم، از این حالتی که دارین در بیان به حالت دیگه برسیم و یک تعادلی در زندگی شما به وجود بیاد و شادی وارد زندگیتون باشه. این انرژی ممکنه در هر ارتباطی باشه، در مسائل احساسی، در یک خرابی احساسی هستم، در یک رابطه قدیمی هنوز موندم، در ازاش هستم، میخوام قطع بشه، میخوام همه چیز منظم بشه، حالا اگر قرار بود طلاق بگیرم، طلاق بگیرم و اینکه به این خوشحالی برسم. اگر در مورد ازدواج بودم اینجوری هستش، میخوام به مرحله بالاتر برسم، با این حالت‌های یک التیماتومی دادم و این گونه هستش که دارم میل شما رو برای رسید و موفقیتتون میبینم. در ارتباط با مسائل مادیتون، حتی در ارتباط با مسائل مسکنی دوستان، اینجا من دارم میبینم. اوکی، پس به این صورت حالا بریم ببینیم که کارت‌های بعدی رو در ارتباط با مسائل احساسیتون. باز یک مسئله سخت، کارت سخت بالا این پایین اومده، تکرار شده که یک جدایی بوده، یک مسئله سختی بر شما گذشته که یک تغییر اساسی در درون شما به وجود آورده. الان باید راهی رو مشخص کنین، راهی رو برین که فعلا منم انتخاب باید انجام بدم، در اون خرابی با یاد و فکر شخصی که دیگه وجود نداره توی زندگیم باشم، یا اینکه یک راه جدیدی رو شروع کنم. راه جدید، یکی از راه ها این هستش که روی خودم کار کنم، خودم با خودم مهربان باشم. در ارتباط با مسائل کاری خودتون رو رها میکنین، آنچنان سخت نمیگیرین کار رو برای خودتون و براتون فراوانی میبینم. در ارتباط با مسائل مادی دارم میبینم که در روی خودتون اینجا بستین ولی شانس میبینم و مکالمه اینجا دارم میبینم. پس از این خیلی محتاطانه صحبت رفتار میکنین. من فکر میکنم که در ارتباط با مسائل مالی ممکنه گفتگوهایی باشه که شانسی رو یا پیشنهادی به شما خواهد شد. در ارتباط با مسائل اجتماعی هم یه مقدار مسئولیت میارم، یا خسته هستم، پس خسته هستم نمیتونم برم دیدار دیگران در زندگی اجتماعی فعال باشم، یا اینکه به هر حال یه مسئولیت هایی با یه سری از افراد وجود داره، لج و لج بازی هایی وجود داره، ولی خب من کاملا بر تمام این شرایط مسلط هستم.
چالش شما این هستش که کاری رو انجام بدین در ارتباط با شخصی یا گشایشی رو برای خودتون انجام بدین، چیزی که کمکتون میکنه استراحت شما، عوض کردن دیدگاهتون. دوستان به چه سمتی میریم؟ یه اوج میگیرم، قدرتمند میشم، یک دید کارشناسی بر یک مسئله دارم، یک نگاه خیلی نافذی دارم، و یا اینکه به سمت یک کارشناس شما دارین میریم. خب عزیزان دل، از هر چه بگذریم سخنه مسائل احساسی خوشتر است. تا ببینیم که در کارت های احساسی برای شما چی میگن. ببینید دوستان، در ارتباط با مسائل احساسی دقیقا باز هم کارت انتخاب و شانس افتاد. مسائل احساسی شما برای اشخاصی هست دوستان اینجا که ببینید شاید باتون حرف بزنه این مسئله. مهر، آبان، آذر. خب رابطه کارمیک دوستان، رابطه کارمیک. و کارت بعدی حرف از تابستان میزنه، حرف از تیر، مرداد، شهریور میزنه. اوکی، دو نفری که شاید شما این 6 ماه برای شما حرف بزنن که رابطه کارمیک هستش. رابطه کارمیک هم میدونیم که روابطی هستن که فقط استخوانسوز. خب ببینیم دوستان، و اصلا روابط کارمیک روابطی نیستن که برای یک زندگی نرمال باشه. روابط کارمیک روابطی هستن که زخمایی رو باز میکنن که ما بریم روی اونها کار کنیم و معنوی بشیم دیگه. بالاخره حالا دیگه کم کم تبدیل به بالون میشیم و اوج میگیریم و میریم تو آسمون. اینقدر که پوست آدمو کاه میکنن، اینجا دارم میبینم دیگه کارت مرگ اینجا توی زن مسائل احساسی. همچنین کارت بر حال ساده ای نیستش، کارت خیلی محکمی هستش. پوستتون کاه شده یه سریاتون. اینجا دارم میبینم دوستان، پس انتخابی رو دارم انجام میدم، تصمیمی رو میخوام بگیرم، میخوام یک شانس داشته باشم توی زندگی، خوشحال باشم. شانسی که میخوام داشته باشم حالم خوب باشه. خب بریم ببینیم که از این حالت ها در میام، از این حالت های وابستگی، از این حالت هایی که هنوز منتظر کسی هستم، کسی که منو نمیخواد، کسی که با من رابطه کار میداره، وظیفش اذیت من هستش در واقع. حالا بریم ببینیم دوستان کارت بعدی، کارت آماده. من کاملا آماده هستم و اینکه من میتونم که تو به سمت من خواهی آمد. قطب مؤنث هست دوستان، میگه که من تصمیم میگیرم که تو آدم بدی هستیم و همه چیز تقصیر تو هست، تصمیم گرفتم این گونه باشه. کارت بعدی میگه که من مطمئن هستم به تو و به آیندم و اینکه میدونم شانس از من محافظت میکنه. اوکی، من اینجا بسرم. خب عزیزان دل، قطب مؤنث نه جنس مؤنث، منظور خانم ها نیستم، منظور خانم ها و آقایون عاطفی و احساسی و معنوی. میگه که من کاملا آماده هستم، خب، و اینکه میدونم تا یک سم قدم به سمت من داری میای. ببین دوستان، شخصی هست قطب مؤنث هست که تصمیم گرفته که حالا اینجا اولا که یک از تصمیماتش این هستش که خودش روی خودش کار کنه. با اینکه میگه من الان آماده هستم و میدونم که تو به سمت من میای، روی خودش کار کرده. اون این نیست که میخواد قدم برداره به سمت رابطه احساسی یا حتی قطب مذکر. حالا آمادگی یک رابطه رو داره، اوکی، ممکن هست دوستان، یا اینکه روی خودم کار کردم. اوکی، من که روی خودم کار کردم، من مطمئنم تو مرتبه تو سر و کلت پیدا خواهد شد. و اینکه متوجه شده که حالا یک سری از روابط عاطفیش که دیدیم، روابط کارمیک داشت حرف میزد که پوستش رو کاه کردن. خب و اینکه میگه خب همه چیز تقصیر تو بود. اوکی، بد نیستش آدم یه وقتی ببینه، وقتی که ما یه مقدار اوج میگیریم دوستان، همه افراد به فرکانس ما نمیخورن و متوجه میشیم که تفاوت‌هایی وجود نداره. حالا این کارت‌ها همه کلمه به کلمش این معنا نه، من تصمیم گرفتم که تو آدم بده، من متوجه شدم که من و تو یک فرکانس نیستیم. تو راهی رو که تو باعث شدی که من برم، یک واقعا یک جاده ابریشم بود و پیاده رفتمش.
و الان من رسیدم توی اون بالا بالا و تو هنوز اندر خم یک کوچه هستی. خب و اینکه من مطمئن هستم که آینده از من محافظت میکنه و شانس با من خواهد بود، یعنی اینکه من اون زندگی احساسی مد نظرم رو به دست خواهم آورد، پس خودم رو رها میکنم، خب اعتماد میکنم. وقتی که من اعتماد داشته باشم که خودم رو رها میکنم دوستان، وقتی که من به زندگی، به سرنوشت اعتماد نداشته باشم و نگران باشم، خب دیگه حالم، حال اولین چیزی که هست مضطرب هستم و حالم بد هستش. خب بریم ببینیم که قطب مذکر و نه جنس مذکر، افرادی که مسائل مادی براشون خیلی مهم هستش دوستان، اوکی؟ و افرادی هستن که وجهه اجتماعی براشون مهم هستش، افرادی که دنیا از دستشون خراب هستش. خب و من بهشون میگم قطب مذکر ملعون، بلکه اگر قطب مذکر خوب بود این دنیا بهش بود دوستان، اینقدر جنگ نبود، اینقدر خونریزی نبود، اینقدر ظلم و کشت و کشتار نبود، همه با هم خوب بودن. قطب نه اینکه وجود نداشته باشه، متعادل باشه، روی خودمون کار کنیم، هممون باید قطب مذکر قوی داشته باشیم اگر هدفمند باشیم توی زندگیمون. خب میگه که من میدونم که من خدای زندگی خودم هستم و اینکه دوست دارم که مسائل رو تغییر بدم. اوکی بریم ببینیم کارت بعدی رو. من مادیاتی هستم و اینکه روی خودم کار میکنم و احتیاج دارم که این مشکل مادی رو حل کنم. اوکی و میگه که من بیوفا هستم، خیانت بهت کردم و اینکه به دنبال ملاقات های دیگه میگردم. پس توجه کنید قطب مذکری هستش که دیگه از ادای پیامبری دیگه داره ادای خدایی میکنه، خدا هم هستش. از امامی رسید به پیامبری، از پیامبری رسید چی؟ به خدایی. میگن چی؟ تخم مرغ دوز چطور دوز میشه؟ حالا یک قطب مذکر هستش. پس الان احساس قدرت میکنه. حالا در چه دامنه ای موفقیت هایی داشته من نمیدونم. احساس قدرت میکنه. و مادیات هم براش خیلی مهم هستش. شخصی هستش که همیشه سکه سکه براش مهم هستش. و مشکلات مالیش، شاکر ریشش به طور کلی براش مهم هست، خانوادهش، روابط خونیش، اونا باید درست باشن، اونا هستن که بهش قیافه ضد گلوله میدن. و اینجا هم دارم میبینم که چی هستش. خب دماغ پینوکیوش هم زد بیرون، همه بیوفا هستش، ولی که قطب مذکر همیشه به دنبال یک شرایط مادی بهتر هستش، یک موقعیت بهتر هست، حتی در روابط احساسی اگر رها میکنه به دنبال یک رابطه هستش که مادیات بهتری رو براش اهدا کنه. خب دوستان بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی هستن، خیلی صحبت کردم، من فقط یک کارت براتون میکشم دوستان. میگه که بله البته یک کارت، بله البته به چی؟ میگه که ما معمولا صحیح نیست اگر بخوایم همه چیز رو به زور انجام بدیم. منم یک کارت بکشم، ستاره کشیدم دیگه. بهتون میگه که منتظر چه چیزی هستی؟ موقعیت فراهم هست. خب و اما بریم ببینیم در کارت فرشتگان چه خبر هست دوستان. فرشتگان بهتون چی میگن؟ عشق. قلب عشق، قلب خلاقیت و آفرینش هست. به خاطر عشق همه چیز امکان داره، همه چیز یک جهت داره. و پس کاری کن که تمام افکار تو و احساسات تو یک نمادی از حقیقت واقعی باشه که عشق هست. و اما عزیزان از دست رفتم، ببینیم چه پیام دارم براتون دوستان. سعی کن که نگران نباشی، من برات شخصی رو میفرستم که بتونه کمکت کنه. خب دوستان عزیزان این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. روز و روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار.